سلام و عرض ادب خدمت مخاطبین عزیز. همونطور که حتما در جریان هستید، مدت هاست که بحث های مختلفی در شبکه های اجتماعی در مورد روش های مدیریت جمعیت حیوانات شهری گفته میشه. به عنوان مثال مسئله غذا دادن یا غذا ندادن به حیوانات شهری مطرح شده، بعضی مثلا راهکار کشتار یا حذف فیزیکی انتقال به پناهگاه رو مطرح میکنن. خب ببین، در مورد این مسائل رفرنس های بین المللی، مقالات علمی خیلی صریح توضیح دادن. متاسفانه بسیاری از حرفایی که در فضای مجازی مطرح میشه بدون هیچ رفرنسی، بدون هیچ دقت علمی مطرح میشه، حرفای سلیقه‌ای و خودسر هستن. اینا ما فکر میکنیم که در واقع مقالات علمی و رفرنس ها و دستورالعمل های بین المللی به طور جدی خلاف عموم حرفایی که در فضای مجازی زده میشه رو میزنه. به خاطر همین من در همراه دوست عزیزم مهندس بهلولی، ایمان بهلولی عزیز، قصد داریم که خیلی دقیق اولا متن صریح رفرنس ها رو برای شما بخونیم و ترجمه کنیم مستقیم که چندشون توش نباشه. ثانی هم بگیم که وقتی متخصصین جهانی حرف میزنن، این متخصصین کیان، چه کارن، اینا چه کسانی هستند که 20 سال، 30 سال، 40 سال رو مدیریت جمعیت سرکار، رو مدیریت هاری، رو مدیریت گربه حرف زدن، و این سازمان های ما به عنوان سازمان معتبر ازشون حرف میزنیم چه کارن، با کجا همکاری دارن، چرا و چگونه اعتبار جهانی کسب کردن. جناب مهندس در خدمت شما هستید، بفرمایید. سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیزم. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم و امیدوارم بتونیم با کمک هم منابع علمی دقیق رو شناسایی بکنیم و از اونها پیروی بکنیم. عرض به خدمتتون، همونجوری که جناب آقای مهندس طباطبایی فرمایش کردن، مدتی هست که مبحث غذارسانی ترند شده در فضای مجازی و متاسفانه رابطه بین غذارسانی و کنترل جمعیت که در دنیا به گفته متخصصین هیچ رفرنسی برای اثباتش وجود ندارد، به عنوان یکی از راهکارها معرفی میشه و امروز ما میخواییم در این رابطه شفافسازی انجام بدیم. دوستان عزیز، بنده از شما خواهش میکنم که ما یک رجوع تاریخی داشته باشیم به جنگ جهانی دوم. ما که انسان هستیم و دم از کرامت انسانی میزنیم. شما اگر در جنگ جهانی دوم خاطرات و کتاب‌ها رو مطالعه بفرمایید، می‌بینید که انسان‌هایی که اونجا در اردوگاه‌های نازی‌ها گرفتار بودند، به خاطر اینکه این اصل تنازع بقا و حافظه ژنتیکی هر موجودی هست، یعنی کد اول ژنتیکی که در حافظه هر موجودی بنا نهاده شده اینه که از بقای خودش محافظت بکنه به هر قیمتی، و اونجا ما میخونیم که حتی خاطراتش موجوده که کسانی که اونجا توی اون اردوگاه ها بودن از گوشت همرزمان و دوستان مرده خودشون میخوردن به خاطر اینکه بتونن بقای خودشون رو تأمین بکنن و بتونن جان سالم به در ببرن. حتی مرغ‌ها که دانه خوار هستن، ما می‌بینیم که مرغ‌ها هم حتی کانیبالیسم انجام میدن. یعنی کانیبالیسم یه چیزی که اتفاق میفته حتی برای موجوداتی که گوشت خوار نیستن. عرض به حضورتون که ما می‌خوایم راجع به این مسئله صحبت بکنیم که حیوانات شهری، سگ‌ها و گربه‌ها شکارچی هستن. دوستان عزیز، یک سری شواهد علمی و یک سری اطلاعات علمی وجود داره. من خدمتتون عرض میکنم، به عنوان مثال سگها در شرایط مساعد قادر هستن که تا 20 کیلومتر یک بو رو رد بزنن، و عرضم به حضورتون که حتی جدیدن تحقیقاتی که انجام شده اثبات کرده که درست مثل بینایی ما که سه‌بعدی هست و ما به صورت سه‌بعدی اجسام رو میبینیم، استشمام سگ‌ها هم سه‌بعدی هست. یعنی به همون صورت سگ‌ها وقتی بوی رو استشمام می‌کنن، یک تصور سه‌بعدی از منبع بو به دست میارن. و مجدداً طبق تحقیقات انجام شده، سگ‌ها این قابلیت رو دارن که تا 927 هکتار مساحت رو بتونن جابجا بشن. یعنی اگر شما یک مربع، ما به عنوان مثال در نظر بگیریم، مربعی میشه به ضلع 3 کیلومتر و به قطر بیش از 4 کیلومتر این حیوانات قادر هستن جابجا بشن. دوستان عزیز،
وقتی که سگ‌ها و گربه‌ها گرسنه هستند، شما حتی می‌بینید در حیات وحش هم، حتی اگر یک شیر زمانی که نیازی به غذا نداره و سیر هست به هیچ حیوانی حمله نمی‌کنه، ولی حیوانی که گرسنه هست برای تنازع بقا، برای حفظ بقای خودش، حتما به دنبال غذا به دست آوردن جابجا میشه و این مطلبی هست که در خصوص حیوانات شهری اثبات شده. ما عرضم به حضورتون که اگر یک رجوعی داشته باشیم به صحبت‌هایی که در این زمینه میشه، عده‌ای معتقدن که میان اینجور عنوان میکنن که ما به گربه ها غذا دادیم و اونها رو تنبل کردیم و اینها از خو و خصلت طبیعی خودشون که شکارگری هست فاصله گرفتن، و مجدداً دیده میشه که باز همون افراد در جای دیگری استدلال میکنن که گربه ها به دلیل خاصیت شکارگر بودنشون، حالا مثلا عکسی میذارن که 300 تا حالا مثلا پرنده و جونده هست که اینا رو یه گربه ای مثلا شکار کرده، و اینجا هست که شما متوجه میشید که سیر بودن این حیوان چقدر در رفتار این حیوان تأثیر میذاره. یا به عنوان مثال عده دیگری میان استدلال میکنن که بر این امر که غذا رساندن به حیوانات حیات وحش کار اشتباهیه، پس به همین دلیل غذا دادن به سگ‌ها و گربه‌ها هم کار اشتباهیه، و باز همون افراد در جای دیگری استدلال میکنن که سگ‌ها و گربه‌ها به هیچ وجه جزء جمعیت حیات وحش نیستن، گونه مهاجم هستن و هیچ سنخیتی با حیات وحش ندارن. عده دیگری از دیدگاه صرف بیولوژیکی میان این مسئله رو بررسی میکنن و میگن که خب همونجوری که ما اگر به باکتری های توی پتریدیش منبع غذایی نرسونیم جمعیتشون کم میشه، پس اگر به سگ ها هم غذا ندیم جمعیت اونا کم میشه. دوستان عزیز، سگ ها و گربه ها باکتری های داخل پتریدیش نیستن. اگر قرار غذا رسانی طبق نظر متخصصی و کنترل جمعیت طبق نظر متخصصین انجام بشه، باید برایندی از علوم بیولوژیک، اکولوژیک، جمعیت شناسی، رفتار شناسی و اخلاق باشه، و حتی سازمان‌ها و بزرگترین سازمان‌های دنیا در این خصوص معتقدند که حتی رفتارهای اقتصادی و اجتماعی جوامع بشری هم در کنترل جمعیت حیوانات شهری مؤثر هست، و اینطور نیست که ما بتونیم با صرف داشتن یک تحصیلات آکادمیک از یک منظر و از یک علم بتونیم که این نتیجه رو بگیریم که چه تصمیمی میبایست در خصوص کنترل جمعیت حیوانات شهری انجام داد. دوستان عزیز، من خواهش میکنم مروری داشته باشیم بر حافظه تاریخی خودمون در رابطه با COVID-19. دوستان عزیز، همونطور که دستورالعمل‌هایی وجود داشت و اینها لازم الاجرا بودند و متاسفانه ما در کشورمون به اون دستورالعمل‌ها اهمیت ندادیم، عزیزانی رو از دست دادیم، آسیب‌های اقتصادی اجتماعی بسیار سنگینی متحمل ما شد که بعضاً غیر قابل جبران هست برای بسیاری از خانواده‌ها. مسئله کنترل جمعیت هم به همین صورت هست. دوستان، دستورالعمل سال‌هاست که براش وجود داره، سال هاست که در دنیا به نتایج مشترک رسیدن، کشورهای بسیاری اومدن و دستورالعمل رو، سازمانهای بزرگی اومدن این دستورالعملها رو نوشتن، و اینها رو ما ملزم به رعایتش هستیم. ما به عنوان یکی از اعضای سازمان بهداشت جهانی حیوانات ملزم به انجام دستورالعمل حیوانات شهری هستیم. بنده ازتون خواهش میکنم همگی ما مشارکت داشته باشیم و هممون مطالبه گر باشیم بر این اساس که اگر قرار هر عملی انجام بشه، اگر دستورالعملی به صورت بین المللی و رسمی در دنیا وجود داره، ما هم خواهان اجرای دستورالعملها باشیم تا از آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی بتونیم که کشورمون رو نجات بدیم، و اینطور نباشه که ما 10 سال دیگه با جمعیت سگ‌ها و گربه‌ها بخوایم مشکل داشته باشیم. چون بنده امروز به عنوان حامی سگ‌ها و گربه‌ها در خدمت شما نیستم، بنده به عنوان یک فعال محیط زیست با دیدگاه تنوع زیستی در خدمت شما هستم که اگر ما نتوانیم به صورت اصولی و درست و نتایجی که باید به دست بده حیوانات شهری رو جمعیتشون رو کنترل کنیم، قطعاً با فجایعی
در آینده روبرو خواهیم شد که این فجایع هم به لحاظ اقتصادی اجتماعی به جامعه ما آسیب خواهد زد، هم به لحاظ زیست محیطی به حیات وحش ما آسیب خواهد زد و هم به خود این حیوانات زبان بسته آسیب خواهد زد. خیلی ممنون جناب مهندس، توضیحات خیلی خوبی دادید. همونطور که اشاره کردید واقعا صحبت ها بسیار ضد و نقیضه، یعنی روی کرده مشخص و دقیقی نسبت به حیوانات شهری وجود نداره. از یه طرف در واقع گفته میشه که بذاریم اینا در طبیعت خودشون باشن، از طرف دیگه گفته میشه اینا جزء حیات وحش نیستن، که درسته این حیوانات البته جزء حیات وحش نیستن، اینا حیوانات اهلی هن. اهلی شده در واقع در رابطه با انسان هن. به خاطر همین زندگیشون به انسان وابسته است. اگر بخوایم کنترل جمعیت رو انجام بدیم در واقع نیازه که تغییر رفتار در انسان اتفاق بیفته و انسان ها نسبت به این حیوانات مسئولن. ما نمیتونیم در واقع بگیم که اینا رو رها کنیم به حال خودشون که در واقع تو طبیعت خودشون باشن. نه، واقعیت اینه که ما همه میدونیم که حیوانات شهری در وضعیت بدی هستن و مشکل ساز بر انسان هم هستن. اینطوری نیستش که فقط در واقع ما مشکلات در مورد انسان یا محیط زیست رو در نظر بگیریم، خود این حیوانات هم در شرایط بدی هستن و ما این وظیفه رو داریم اخلاقا که جمعیتشون رو کنترل کنیم و کاهش بدیم، به خاطر اینکه این شرایط فعلی شرایط مناسبی نیست. در مورد رفرنس ها توضیح دادید، بهتره که بریم سراغ خود رفرنس ها و بررسی کنیم که ببینیم منابع چی میگن. دوستان عزیز، سازمان بهداشت جهانی حیوانات OIE World Organization for Animal Health این سازمانی هست که حدود 181 دو تا کشور عضوش هستن و همونجور که مشاهده می‌فرمایید آقای دکتر ماکنلی عرضم به حضورتون نماینده کشور ما هستن در این سازمان و ما هم عضو این سازمان هستیم. ما خیلی سریع رجوعی داشته باشیم به پروفایل آقای دکتر ماکنلی. ملاحظه می‌فرمایید که ایشون بیاناتی که فرمایش می‌کنن در انتها نوشتن که We have to respect the OIE rules and agreement. ما می‌بایست که به قراردادها و توافق‌هایی که در OIE داریم احترام بگذاریم. مجدداً ملاحظه می‌فرمایید We have to respect the OIE rules and agreement. تمام کشورهایی که عضو OIE هستن می‌بایست که به قراردادها و توافق‌هایی که در OIE هست احترام بگذارن. ملاحظه می‌فرمایید که حتی در تاریخ 8 مرداد ماه سال جاری هم جلسه‌هایی در برگزار میشه به صورت، حالا به صورت مجازی بوده که به صورت به اسم جهان واحد رفاه واحد، که ملاحظه می‌فرمایید که متخصصان کشور ما و مدیران دامپزشکی کشور ما، سازمان دامپزشکی در این جلسه حضور داشتن. همونجوری که ملاحظه می‌فرمایید که خود OIE هم این خبر رو پخش کرده، ملاحظه فرمایید One World One Welfare وبینار این ایران. حالا ما ببینیم که این ویلفر که این همه در اینجا ازش صحبت میشه منظور از انیمال ویلفر چی هست. متاسفانه بعضا دیده میشه که رفاه حیوانات رو میان با رفاه انسانها اشتباه میگیرن، یعنی که مثلا فکر میکنن که رفاه حیوانات به این معناست که مثلا اون حیوانات از سطح زندگی بالاتری برخوردار باشن یا امکانات رفاهی داشته باشن، یا بعضا دیده میشه که میگن که لباس پوشوندن به حیوانات خیر. اینطور نیست. ما اگر بخوایم به زبان خیلی خلاصه رفاه حیوانات رو ترجمه بکنیم به این صورت میشه که رفاه حیوانات مینیمم حقوق زندگی، زندگی بدون درد و رنج و بدون آسیب برای حیوانات هست. همونجور که ملاحظه میفرمایید که اینجا ما در سایت OIE هستیم و اینجا در بخش 712 اومده توضیح داده که Animal Welfare یا رفاه حیوانات به چه صورت هست. OIE سازمان بهداشت جهانی حیوانات Animal Welfare رو به صورت 5 آزادی برای حیوانات بیان کرده که اسمش رو گذاشتن 5 Freedoms، که این آزادی ها در واقع جلوگیری از گرسنگی، تشنگی و سوء تغذیه و جلوگیری از ترس و پریشانی، جلوگیری از آسیب فیزیکی، جلوگیری از عرضم به حضورتون درد و آسیب‌های حرارتی، جلوگیری از جراحت و بیماری‌ها و همچنین
اجازه دادن به اینکه حیوانات بتوانند الگوهای رفتاری پایه خودشون رو انجام بدن. این پس ملاحظه می‌فرمایید که انیمال ویلفر یا رفاه حیوانات مینیمم حق حیات برای حیوانات هست که در OIE براشون در نظر گرفته شده. همونجور که عرض کردم خدمتتون در بخش قبلی، ملاحظه می‌فرمایید که اینجا هم باز اومدن و خود OIE هم به این مطلب اشاره کرده که جمعیت حیوانات شهری بخشیش برمیگرده به این که ما بتونیم سرپرستی مسئولانه داشته باشیم و کنترل جمعیت حیوانات شهری به رفتارهای انسانی و اکولوژی سگها برمیگرده. ملاحظه می‌فرمایید اینجا سایت OIE هست و این عرضم به حضورتون بند 7-7-1 هست که اینجا کاملا هم به صورت واضح مشخص کرده که در کنترل جمعیت حیوانات شهری ما نیاز داریم که هم اکولوژی سگ‌ها رو آشنا باشیم، هم اینکه خصوصیات اجتماعی اقتصادی جوامع. عرض به حضور شما که دوستان، اینجا در واقع بولتین یا خبرنامه OIE هست. ملاحظه می‌فرمایید که در 85مین جلسه عمومی سازمان بهداشت جهانی حیوانات OIE، اعضای OIE با اکثریت آرا، ملاحظه می‌فرمایید، آمدن و تایید کردن که بله، این در واقع راهکار و مسیر و استراتژی انیمال ویلفر که به صورت جهانی گلوبال به صورت جهانی اتخاذ شده، ما همگی می‌پذیریم که این ادامه داشته باشه و هیچ مشکلی نداره و عرضم به حضورتون که میپذیریم که در کشورمون لازم الاجرا هست و این رو ما اجرا میکنیم. دوستان عزیز، اینجا همونجور که ملاحظه فرمایید میتونید شما این بیاناتی رو که هست اینجا دانلود بفرمایید و بنده براتون یکی از این در واقع انیمال ویلفر گلوبال فروم که انجمن جهانی رفاه حیوانات هست رو خدمتتون دانلود کردم. توضیح میدم خدمتتون که مربوط به 4 می 2021 همین هولوش اردیبهشت ماه همین امسال بوده و تخصصی در رابطه با کنترل جمعیت سگ‌ها و در واقع با توجه به اهداف توسعه پایدار بوده. من می توضیح بدم در مورد در واقع این SDGs یا Sustainable Development Goals. این در واقع اهداف توسعه پایداری هستش که سازمان ملل از سال 2015 در واقع مطرح میکنه با همکاری بودن، در واقع با توافق 193 کشور. این اهداف توسعه پایدار که در واقع در 17 مورد هست، از جهان بدون فقر به صفر رسوندن گرسنگی، عدالت در ادویکیشن در آموزش و پرورش، عدالت جنسیتی، برابری جنسیتی و موارد محیط زیستی مختلف، این قرار رو در واقع یه رودمپی باشه سال 2020 برای تحقق این اهداف در واقع توسعه پایدار سازمان ملل که در واقع همه کشورها به این عمل کنن. در همین راستا هم خب سازمان‌های زیر مجموعه سازمان ملل مثل همین OIE میان و در واقع یه سری فعالیت‌های انجام میدن. بله، اینجا Animal Welfare and United Nations Sustainable Development Goals، اینجا در واقع رو همینطور که می‌بینید در خود سایت OIE هست و در واقع دستورالعمل‌های مختلف OIE رو، بخش مختلفش رو لینک می‌کنن با اهداف توسعه پایدار که این الان این مثالی که الان جناب مهندس آوردن example of linkage dog population management که این در واقع همراه کرد تطبیق در واقع اهداف توسعه پایدار و مسئله مدیریت جمعیت سگ هاست. بله، بسیار ممنون از توضیحات مفید شما. دوستان، همونجور که ملاحظه می‌فرمایید International Coalition for Animal Welfare ICFAW، این یک ائتلافی هست که در OIE از سال 2001 به وجود اومده. چرا؟ همونجور که ملاحظه می‌فرمایید در سال 2001 به نمایندگی از تمام NGO ها در سرتاسر دنیا در OIE به وجود اومده که متشکل از 21 NGO یا سازمان هست. چرا به وجود اومده؟ میشن، مأموریت هاشون که در واقع اینا بیان و اطلاعات خودشون رو و فعالیت های NGO های مختلف در دنیا رو با OIE شیر بکنن تا بتونن که
در واقع یک همکاری و یک مشارکتی در OIE داشته باشن و به OIE به صورت تخصصی مشاوره بدن که این رودمپ و این راهکاری که مشخص شده برای OIE که OIE مشخص کرده برای کشورهای زیر مجموعه به صورت کاملا علمی و مستدل و تخصصی باشه. همونجوری که ملاحظه فرمایید این 21 سازمان و NGO که RSPCA، World Animal Protection، Four Paws و عرضم به حضورتون که حالا سازمان‌های دیگه هم هستن، ما اسم این سازمان‌ها رو آوردیم که در ادامه خدمتتون این مطلب رو عرض بکنیم که دوستان در سال 2006 به دلیل اینکه نیاز مبرمی احساس شد که میبایست که کنترل جمعیت حیوانات شهری به صورت خیلی تخصصی‌تر و به صورت تخصصی این بیاد در دنیا بررسی بشه و راهکارهای مجزای خودشو داشته باشه، سازمانی به وجود اومد، NGO اینترنشنال یا بین المللی به وجود اومد به نام آیکم، که شما وقتی داری اسم آیکم رو میخونید، آیکم مخفف اینترنشنال کمپانیون انیمال منیجمنت کوالیشن، یعنی شما اسم آیکم رو که دارید میخونید دارید میگید که در واقع ائتلاف بین المللی برای کنترل جمعیت حیوانات شهری در سال 2006 به وجود اومده. از چه سازمان‌هایی؟ از همون سازمان‌هایی که در واقع مشاوران OIE هستن، World Animal Protection، Four Paws، RSPCA، Dogs Trust و Global Alliance for Rabies Control. ما خدمتتون توضیح میدیم که به عنوان مثال همین سازمان‌هایی که اینجا اومدن و ائتلاف آیکم رو به وجود آوردن چه سازمان‌های تخصصی هستن. و دوستان عزیزم، سازمان‌های تخصصی، پشتوانه سازمان‌های تخصصی، مهره‌های علمی اون سازمان هستن و الان خدمتتون معرفی می‌کنیم مهره‌های علمی این سازمان رو. همونطور این همون مطلبی هست که آقای مهندس طباطبایی اشاره کردن بهش، ملاحظه می‌فرمایید این خود سایت OIE، سازمان بهداشت جهانی حیوانات، اینجا اومده لینک خود آیکم رو زده و در واقع به شما گفته که اگر که می‌خواید شما راجع به کنترل جمعیت سگ‌ها با روش‌های اخلاق مدارانه و انسانی بخواید این کار رو انجام بدید، میتونید که اینجا لینک بزنید و عرضم به حضورتون در سایت آیکم ملاحظه بفرمایید. همونجور که میبینید خود OIE اومده در واقع این چپتر 7.7 رو توضیح داده و همونطور که ملاحظه میفرمایید مجدداً این همون عرضم به حضورتون که توی خود بخشی از آیکم هست که ملاحظه میفرمایید که خود سایت OIE در حتی وقتی میخواد توضیح بده که کنترل جمعیت سگ‌ها اصلا چه هست، میاد ارجاع میده به همون عکسی که توی عرضم به حضورتون که اون راهنمای کنترل جمعیت سگ‌ها وجود داره. در واقع این عکس رودمپ، در واقع شمای کلی اصول مدیریت جمعیت سگ‌ها، یه مدل مفهومیه که اعتراف آیکم درست کرده در واقع از این، و بخش‌های مختلف کار مدیریت جمعیت سگ‌ها رو که حالا توی دستور من مفصل توضیح میده توی شکل کلی آورده و OIE هم دقیقاً رو همین داره در مدیریت جمعیت توضیح میده. بله دقیقاً. ما برگردیم به اینکه این سازمان‌های تخصصی، عرض به حضورتون که حالا ما بریم سراغ این سازمان‌های تخصصی. همونجور که ملاحظه می‌فرمایید Royal Society for Prevention of Cruelty to Animals، دوستان این سازمان و این NGO از سال 1824 یعنی 197 سال قدمت داره و این اولین NGO و بزرگترین NGO جهان در رابطه با حمایت از حیوانات و کنترل جمعیت حیوانات شهری است که در بخش‌های بعدی حتما خدمتتون توضیح خواهیم داد که همین RSPCA سازمانی بود که تونست در سال 1969 وارد عمل بشه و معضل سگ‌های بی‌سرپرست انگلستان رو برای همیشه حل بکنه. اینها این پشتوانه‌های رزومه‌ای رو دارن و این پشتوانه‌های علمی رو دارن. بنده خدمتتون معرفی کنم یکی از در واقع RSPCA عملا اولین سازمان در واقع حمایت از حیوانات بود زمانی که اولین قانون حمایت از حیوانات شکل میگیره و اون موقع چون خود حیوانات به هر حال زبان نداشتن که شکایت کنن،
یه در واقع تشکلی، یه جامعه‌ای در واقع شکل میگیره که بتونه حقوق حیوانات رو براشون بگیره، که این رویال سوسایتی از همون اولین بوده و بعدها که خیلی فعالیتش هم گسترش میده. همون قانون حمایت از حیوانات که ما هنوز تو ایران نداریم و اون موقع در انگلیس در واقع تشکیل میشه، شکل میگیره. بله دقیقا. دوستان ملاحظه فرمودید که زمانی که این توافقنامه بین OIE، این توافقنامه زمانی که بین OIE و عرضم به حضورتون که ICFAW امضا شده، کسی که این توافقنامه رو امضا کرده از طرف ICFAW در واقع نماینده اون موقع خانم الکساندرا همون سیمن بوده که اینجا پروفایل ایشون رو ملاحظه می‌فرمایید. ایشون 20 ساله که در زمینه‌های مختلف کنترل جمعیت حیوانات شهری، میتونید رزومه ایشون رو خودتون سرچ بکنید ببینید که در اکثر بخش‌هایی که مربوط به کنترل جمعیت حیوانات شهری است ایشون در RSPCA فعالیت دارن. 20 ساله که ایشون در RSPCA فعالیت دارن و حالا بعداً خیلی کامل‌تر توضیح خواهیم داد. همونجور که ملاحظه فرمودین، من مجدداً خدمتتون نشون بدم اینجا Global Alliance for Rabies Control، یعنی در واقع هم کسانی که NGO هایی که اومدن و به صورت تخصصی، سازمان های تخصصی که اومدن و ICAM از این سازمان ها تشکیل شده. ملاحظه می فرمایید Global Alliance for Rabies Control. مهره کلیدی این سازمان آقای پروفسور لوی ایچنیل هست که خدمتتون معرفی خواهیم کردیشون رو. همونطور که ملاحظه می فرمایید دوستان عزیز، ما وقتی داریم از NGO صحبت می کنیم شاید این تفکر برای بعضی ها به وجود بیاد که خب NGO رو یک نیت خیر، ما صرفا یک نیت خیر داشته باشیم میتونیم بریم یک NGO تأسیس بکنیم. بله این میشود که با نیت خیری که NGO تأسیس کرد و یک سری کارهایی هم انجام داد، کارهای مفیدی هم انجام داد، اما دوستان وقتی ما داریم راجع به اینترنشنال NGO صحبت میکنیم، راجع به NGO های بین المللی داریم صحبت میکنیم، صحبت از اینه که ملاحظه فرمایید partners of this campaign، یعنی اینکه پارتنرهای Global Alliance for Rabies Control، در واقع ملاحظه بفرمایید دوستان خود WHO سازمان سلامت جهانی و OIE، ملاحظه بفرمایید خود OIE و همچنین FAO، سازمان ارزم به حضورتون FAO، سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد و همچنین CDC Centers of Disease Control که این سازمان هایی هستن که هم پیمان های Global Alliance for Rabies Control هستن، هم پیمان های ICAM هستن. دوستان اینا این سازمان ها هم پیمان های ICAM هستن. ICAM یک ائتلاف اینترنشناله، فرق میکنه با اون ارزم بزرگون NGOی که فقط صرفا یک نیت خیر براش کافیه. این سازمان ها بسیار تخصصی هستن و ارزم بزرگون مهره های علمی بسیار ارزشمندی در استخدام خودشون دارن. بنده به عنوان مثال ملازم فرمایید آقای ایشون استاد تمام دانشگاه هستن، آقای لوی ایشنل که اینجا زحمات این استاد رو شما ملازم فرمایید، پروفایل ایشون هست در گوگل اسکالر شما میتونید ببینید و عرض به حضورتون که من فقط خدمت شما یه معرفی اینجا بکنم که ببینید شما ایشون از سال 1993، یعنی هولوهوش 30 ساله که ایشون داره در رابطه با کنترل جمعیت سگ‌ها و هاری کار میکنه. شما میبینید ارجاعاتی که به ارزم به حضورتون مقالات ایشون شده، حتی من دیدم 1100 خورده ای ارجاع شده بود که الان اینجا اگر که بتونیم با هم ببینیم، بله ملاحظه بفرمایید 1109 ارجاع به یکی از مقالات ایشون شده. خیلی زیاده. بله بله خیلی زیاده. یعنی دوستان کسی که 30 ساله، افرادی که تو این سازمان هستن همچین پشتوانه ای دارن، 20 سال 30 ساله که دارن روی کنترل جمعیت حیوانات شهری به صورت تخصصی کار میکنن. حالا جلوتر باز ملاحظه فرمایید که 6500 اچ ایندکسشون چند بود؟ 45. خیلی زیاده. خیلی بالا. بله بله بله. بنده مقاله‌ای رو حالا از آقای ایچنل انتخاب کردم، ملاحظه فرمایید آقای ایچنل و همچنین یکی دیگه از کسانی که در نوشتن این مقاله شرکت داشتن خانم لوئیس تیلر هست که باز اینجا پروفایل ایشون رو ملاحظه بفرمایید خانم تیلر که ایشون هم ملاحظه بفرمایید دوستان 6 سال و 3 ماه اینجا و
اینجا هم 5 سال و 9 ماه، یعنی جمعاً 12 سال که 5 سال به صورت ارزم بزرگتون ایشون داوطلب فعالیت انجام دادن و 6 سال به عنوان در واقع مدیر علمی، به عنوان مدیر علمی Global Alliance for Rabies Control ایشون در واقع داشتن فعالیت میکردن. و یه مطلبی خیلی اینجا برای من حائز اهمیت هست که خواهش میکنم توجه بفرمایید. دوستان، سازمان هایی که این زیر هستن، همون جوری که توی این عرضم به خدمتتون که در این در واقع فایل خدمتتون معرفی کردیم، ملاحظه میفرمایید که اونجا گفتیم که همپیمان های آیکم و همپیمان های گلوبال الائنس عرضم به حضورتون که چه سازمان هایی، ملاحظه میفرمایید Centers for Disease Control، یعنی افرادی که اینجا اومدن و دارن در واقع محققان این سازمان ها هستند، اومدن و این مقالات رو نوشتن، یعنی اینکه این مقالات مورد تایید این سازمان ها هست. دوستان حیات وحش اگر که ملاحظه بفرماین، National Wildlife Research Center و معروف تو آمریکا هست، در واقع مرکز تحقیقات حیات وحش آمریکا. ببینید دوستان، اگر اینجا صحبت هایی که مقالاتی که داره داده میشه، صحبت هایی که داره میشه کوچکترین زاویه‌ای داشته باشه با حیات وحش، مطمئنن یه همچین سازمان هایی نمیان اسمشون رو این پایین بنویسن. پس اگر داره حرفی گفته میشه، اگر مقاله‌ای هست، اگر پروژه‌ای هست، اگر دستورالعملی هست، ملاحظه فرمایید World Animal Protection و ایشون هم که آقای پروفسور اشنل هستن. من خیلی سریع حالا اینو، من مقاله بسیار خوب و ارزشمندیه که من خدمتتون بعداً معرفی خواهم کرد که بسیار کامل توضیح داده در رابطه با کنترل جمعیت حیوانات شهری، منتها ما الان چون مطلب در رابطه با صرفاً غذارسانی هست، این مطلب رو من صرفا برای شما انتخاب کردم که خدمتتون ارائه میدم. ملاحظه فرمایید که گفته که کاهش منابع غذایی که در محیط هست، نه این که غذارسانی، نه اصلا حتی راجع به غذارسانی صحبت نکرده، کاهش منابع غذایی که در محیط هست و پناهگاهایی که در محیط هست، در واقع اونجا برای هر منطقه‌ای انتظار میرفته که تأثیر قوی بر کاهش در واقع جمعیت سگهای بدون سرپرست داشته باشه. اما در واقع اگر که میزان رهاسازی، یعنی همون عرض به خدمتتون که رفتارهای انسان ها، اگر که میزان رهاسازی و فاکتورهای دیگری که باید رعایت بشه به صورت همزمان تغییری نکنه و رعایت نشه، این کاهش جمعیت، ملاحظه فرمایید، این کاهش جمعیت تنها در صورتی با حذف منابع غذایی که در بیرون هست، نه حتی غذارسانی، در حالتی فقط اتفاق میفته که با ما با یک میزان مرگ و میر بسیار بالای حیوانات شهری بر اثر گرسنگی باشیم. دوستان این یعنی نقض، این مثال نقض دوستان، یعنی اینکه این کار من صرفا فکر میکنم از همون افسران نازی، عرضم به حضورتون، که پناهگاه های اردوگاه های اجباری کار آلمان بر بیاد. چرا که این افرادی که دارن برای OIE کار میکنن و همپیمان های OIE هستن، همینجور که ملاحظه فرمودین، ما در تعریف رفاه حیوانات گفتیم که Freedom from hunger, thirst and malnutrition، یعنی اینکه شما نمیباید که بذارید، اولین بند دوستان، اولین بندش اینه که حیوانات نمیباید گرسنه باشن یا تشنه باشن یا اینکه دچار سوء تغذیه بشن. دوستان این مطلب بسیار حائز اهمیته، یعنی میبینید که حتی اینجا به صورت یک مثال نقض عنوانش کرده، یعنی به هیچ عنوان این کار نباید انجام بشه. چرا؟ چون اگر که قرار باشه انجام بشه، ما با نرخ مرگ و میر بسیار بالا بر اثر گرسنگی روبرو هستیم که به هیچ عنوان هیچ انسان شریف و اخلاق مداری و انسان علمی و عالمی نمیاد همچین راهی رو پیشنهاد بده که اصلا غلط علمی هست و این یک اشتباه علمی هست که اینجا هم به صورت کاملا واضح و مشخص بهش اشاره شده. ضمن اینکه حالا تو در منابع دیگه هم تاکید شده که حالا قبل از اینکه این حیوانات بخوان برسن به حدی که در واقع با سوء تغذیه از بین برن، مشکلات جدی ایجاد میکنن، نرخ خشونتشون بالا میره و خشونتی که میتونه گریبان انسان رو بگیره، برای هر حیوانی دنبال بقاشه و اگر به شدت در مضیقه قرار بگیره میتونه افزایش گاز گرفتگی‌ها و انتقال حراری هم داشته باشه.
خیلی ممنون جناب از توضیحاتتون. همونطور که گفتید این Global Alliance for Rabies Control در واقع یکی از مهمترین، شاید در واقع مهمترین دیگه، مهمترین سازمان در مورد هاری الان این سازمانه که هدفش با WHO و FAO و OIE به صفر رسوندن هاری از سگ‌ها تا سال 2030 هست. این هدف مشترکی که دارن و اگر کسی واقعا دلسوزه، واقعا نگران هاری توی مملکتی که متاسفانه وجود هم داره، در ایران به صفر نرسیده هاری، ما هاری توی مملکتمون داریم، باید در واقع اگر بخواد یه جایی که بهترین متخصصین و دقیق‌ترین حرف و حرف اول رو تو دنیا میزنه، در واقع این سازمانه که در واقع عضو همین ائتلاف آیکن است. باقی سازمان هم سازمان بسیار مهمه، مثلا همین World Animal Protection سازمانیه که در سال 1990 با WHO، این الان روی سایت WHO در واقع دستورنامه Guidelines for Dog Population Management در واقع اینو می نویسن و اینها در واقع این دستورالعمل، دستورالعملیه که 1990 اولین بار در واقع به کشورها توصیه کرد که به جای از کشتار استفاده نکنن و به جای اون از عقیم سازی، شماره گذاری و تعیین هویت، واکسیناسیون هاری استفاده کنن برای در واقع کنترل جمعیت سگ‌های. همونطور که می‌بینید در واقع با همکاری OIE و همین World Animal Protection نوشته شده. البته اون موقع اسمش طولانی تر بود، خلاصه ترش کردن. قبلا World Society for the Protection of Animals بود، الان WAP شده دیگه، World Animal Protection شده. باقی سازمان هم همینطور سازمان مهمی هم، مثلا WSABA سازمان در واقع جامعه جهانی دامپزشکی حیوانات کوچک، یا مثلا فورپ هاوس هم کار میکنه در مورد در زمینه حیات وحش، هم در زمینه مدیریت جمعیت حیوانات شهری پروژه های زیادی داره. و همونطور که میبینید در واقع وقتی که OIE میخواد مدیریت جمعیت سگ‌ها و ارتباطش با توسعه پایدار رو بگه، البته اینجا اعتقد خود دستورالعمل چپتر 7.7 خودش هم معرفی کرده دیگه. تا انتهای دستورالعمل تماما اینا همه در واقع گرافایی که تو دستورالعمل مدیریت جمعیت سگ‌های آیکم هست دیگه، بر کاملا بر مبنای این داره توضیح میده. و دستورالعمل دیگه سال 2015 آیکم Are we making a difference، این کار در واقع این دستورالعمل یه مقدار تخصصی تره، مثلا در مورد خود کارهایی که در جریان مدیریت جمعیت سگ‌ها انجام میشه رو توضیح میده. این مرحله بعدی در واقع اینه که اینم دستورالعمل بسیار مهمیه. و در واقع همطور که میبینید کلن OIE داره به آیکم ارجاع میده و اگر کسی بخواد مطابق اهداف توسعه پایدار مدیریت جمعیت سگ‌ها در اینجا در ایران انجام بشه، نظر OIE اینه که از دستورالعمل آیکم استفاده کنه. خیلی صریح این دیگه نشون دادم، خود سایت OIE هستش، قابل دانلود دیگه. من نمیدونم چه جوری دیگه OIE صریح‌تر از این میتونه یه دستورالعملی رو تایید کنه. و حتما کسانی که در جریان اهمیت OIE هستن میدونن که تایید همچین سازمانی این چه معنایی داره. دوستان عزیز، ما بپردازیم به FAO، سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد. FAO دوستان، این سازمان سازمانیه که یعنی من میتونم بگم یکی از بزرگترین سازمانهای دنیا هست. و ملاحظه میفرمایید که خود توی سازمان FAO، ملاحظه بفرمایید سازمان FAO اینجا اومده یک دستورالعملی گذاشته به نام Dog Population Management. اینجا اومده و دستورالعملی گذاشته که من این یتیکه رو عرض به حضورتون که خدمت شما عرض میکنم خیلی سریع. چون که چگونه مدیریت کردن جمعیت سگ‌ها به صورت مؤثر برای این که منجر به رنج کشیدن حیوان نشود و همچنین سلامت و رفاه عموم جامعه را ارتقا ببخشد، در این نشست متخصصان گزینه‌های مختلفی گزینه‌های مختلفی جهت کنترل جمعیت سگ‌ها منطبق بر خصوصیات اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی مناطق مورد بررسی قرار دادند و توصیه‌هایی در جهت پیاده‌سازی موفق استانداردهای بین‌المللی، دوستان، اینترنشنال
بین المللی ارزم به حضورتون مربوطه موفق ترین تجارب عملی و همچنین اقدام و تحقیق در سطوح ملی و بین المللی را ارائه نمودن. دوستان این دستورالعملی هست که برای تمام دنیا نوشته شده، یعنی ما وقتی از سازمان ملل متحد صحبت میکنیم داریم از تمام دنیا صحبت میکنیم، یعنی این دستورالعملی هست که فاو با استفاده از متخصصین برای تمام دنیا نوشته. یه مطلب رو دوستان به خاطر داشته باشید، این یه سوال خیلی بزرگه که این نشست در سال 2011 بوده و در نهایت آخرین آپدیت سال 2014 بوده، سال انتشار. حالا چرا از سال 2014، یعنی 7 ساله که این در واقع مقاله دیگه آپدیت نشده؟ این خب سوال خیلی بزرگیه که چرا الان ما سال 2021 هستیم داریم راجع به مقاله صحبت میکنیم که خود فاو از سال 2014 به بعد دیگه این مقاله رو آپدیت نکرد. ملاحظه بفرمایید که فاو نشست تخصصی Expert Meeting، این نشست تخصصی در رابطه با Dog Population Management، همونطور که ملاحظه فرمودید World Animal Protection، سازمان جهانی حفاظت از حیوانات و انستیتوی زوپروپلاتیکوی ایتالیا و همچنین فاو Food and Agriculture Organization for the United Nations. ما معرفی میکنیم اول که عرض به حضورتون که این به چه صورت هست. خب من خیلی سریع ترجمه رو خدمتتون عرض میکنم. یک نیاز مشخص به مدیریت مؤثر جمعیت سگ‌ها بدون اینکه منجر به رنج کشیدن آنها شود، این نیاز سازمان فاو، سازمان حفاظت از حیوانات WAP World Animal Protection، انستیتوی سلامت ملی ایتالیا زوپروفیلاتیکو که الان اشاره میکنیم و مشاوران فنی سازمان بهداشت جهانی حیوانات OIE. ملاحظه میفرمایید چه سازمان هایی اومدن دور هم جمع شدن و عرض به حضورتون که نوشتن این دستورالعمل رو، و سازمان سلامت جهانی WHO و سازمان سلامت جهانی یک نشست تخصصی ترتیب دادند. خب Expert Meeting، حالا ما بریم ببینیم که این نشست تخصصی به چه صورت هست. دوستان این در پروسه چجوری انجام شده؟ قبل از این نشست تخصصی فاو در واقع یک مشاوره آنلاین، یک جلسه آنلاین میذاره که حالا در تاریخ 2010 که 230 شرکت کننده از 70 کشور مختلف، 230 شرکت کننده از 70 کشور مختلف قبل از نشست تخصصی میان و در واقع گزارش این جلسه‌ای که اینجا انجام شده بین این 230 نماینده از 70 کشور مختلف، گزارش این جلسه، ملاحظه می‌فرمایید گزارش این جلسه به همراه مستنداتی که این شرکت کنندگان ارائه داده بودند به عنوان بک‌گراند لیترچر یا پیشینه تجربی به متخصصان ارائه می‌شود و 12 متخصص بر پایه رزومه کاری و تجربه کاریشون انتخاب میشن. خب دوستان ما خیلی سریع بیایم ببینیم که این 12 متخصص و مدیرانی که انتخاب شدن برای اینکه این در واقع نشست رو مدیریت و عرضم به حضورتون که بتونن مدیریت بکنن به چه صورت هست و چه کسانی هستن. ملاحظه فرمایید اینجا در پسوند B اومده اینجا متخصصان و مدیران این جلسه رو معرفی کرده. همون جوری که اینجا معرفی کردیم ملاحظه فرمایید خانم الکساندرا هاموند که معرفی کردیم خدمتتون. ایشون 20 سال توی RSPCA تو بخش‌های مختلف کنترل جمعیت حیوانات شهری فعالیت داره و از ایشون اینجا تو این جلسه به عنوان ریجنال اکسپرت نام برده شده، یعنی متخصصی که به تمام این مسئله آشنایی داره و به تمام حوزه‌هایی که در خصوص کنترل جمعیت حیوانات شهری هست اشراف داره ایشون. و متخصص بعدی خانم جیوان ناموسایی که باز دوستان ملاحظه بفرمایید National Wildlife Management Center
که این ماراتون کجا هست؟ ماراتون انگلستان هست. دوستان عزیز، دوستانی که دغدغه‌مند حیات وحش هستن، ملاحظه فرمایید در این جلسات متخصصینی در واقع بهترین متخصصان دنیا دور هم جمع شدن از رشته ها و تخصص های مختلف، که اگر مطمئنن این کوچکترین زاویه‌ای داشت ما مسئله حیات وحش، متخصصی که اونجا رفته به عنوان اینکه در دنیا به عنوان یکی از 12 متخصص برگزیده سازمان فاو، حتما اونجا اگر این مسئله مشکلی داشت حتما معترض می‌شدن. دوستان ملاحظه بفرمایید، ایشون خانم میشل مورتز، خیلی این مسئله برای من خیلی جالب هست. این مسئله خیلی جالبه. ایشون می‌بینید که مشاور فنی IFAW و ICAM هستن. حالا الان که خب خیلی وقت گذشته، ایشون در سال 2007، ملاحظه بفرمایید، در سال 2007 ایشون مطالعات دکترای خودشون رو در زمینه اکولوژی و رفاه سگ‌ها در جهت پشتیبانی و تولید محتوا برای آیکم شروع کردن. یعنی اصلا ایشون دکتراشون در رابطه با کنترل جمعیت حیوانات شهری بوده. یعنی تخصص دوستان، یعنی رزومه، یعنی تخصص. عرض به حضورتون که، و نفر بعدی که ایشون بسیار مهره برجسته علمی و شناخته شده ای هستن در دنیا، آقای دکتر پائولو دالاویلا هستن، که من عرض به حضورتون که ایشون رو مقاله دارن ایشون. بله بله، الان معرفی میکنیم مقالات ایشون رو. به عنوان متخصص ملی اعزامی، ملازم فرمایید، و دیپلمات کمیته اروپا، من اینجا مراجعه کنم به یه پروفایل دیگه که از ایشون هست در واقع، اینجا از بورد تخصصی دامپزشکان اروپا، همونجور که ملازم فرمایید، مدیر روابط انسان و حیوان و رفاه حیوانات انستیتوی زوپروپراتیکو، متخصص علوم رفاه حیوانات، اخلاق و قانون در واقع رفاه حیوانات که در این زمینه هست، ایشون متخصص هستن. ملاحظه فرمایید از سال 2012 تا 2015 ایشون به عنوان متخصص ملی اعزامی در کمیته اروپا فعالیت داشتن و همچنین یک گروه مشارکتی، اینجا ملاحظه فرمایید، یک گروه مشارکتی در زمینه رفاه حیوانات از طرف OIE و همچنین آموزش زیرگروه ها به عهده ایشون بوده. ایشون مدیریه که از طرف OIE برگزیده شده. دوستان، کسانی که تو این جلسه هستن در کشور درهای خودشون متخصصانی هستن که از طرف، ملاحظه بفرمایید، ایشون رفتارشناس حیوانات شهری و سگ ها هستن و میبینید که از سال 2000 مقاله‌ای که ایشون در سال 2005 منتشر کردن توسط خود انتشارات OIE در واقع، که همون چیزی هست که خدمتتون عرض میکنیم ما، که در واقع دورنمای جهانی کنترل جمعیت حیوانات شهری هست. ملاحظه فرمایید دوستان، مقالاتی هست که ایشون زحمت کشیدن در رابطه با رفتارشناسی حیوانات، ملاحظه بفرمایید، Dogs Behavior and Welfare، در رابطه با رفاه و رفتارشناسی حیواناتشون کار کردن. مقاله، حالا مقاله‌ای هم که اینجا به عنوان آخرین مقاله از ایشون در سال 2020 یاد شده، این خیلی مقاله جالبی هست که مطالعه بر روی در واقع تفکر مردم، تفکر عموم در رابطه با سگ‌های جامعه، که در واقع این یه پروژه‌ای هست که اونجا اومدن به دلیل جلوگیری از ازدیاد جمعیت سگ‌ها، سگ‌ها رو عقیم سازی میکنن، CNVR انجام میدن، Catch, Neuter, Vaccine, Release، و اونجا سگ‌ها رو در جامعه، عرضم به حضورتون، به مردم معرفی میکنن و این سگ‌ها برخلاف ما که ما اعتقاد داریم که سگ‌ها نباید در خیابون باشن و سریعا باید به عنوان یک روش سنتی هست که سگ‌ها باید به پناهگاه برن، که همچین چیزی کاملا اشتباهه. در ویدیوهای بعدی هم خدمتتون عرض خواهم هم کرد که چرا اشتباه از دید متخصصین. ملاحظه فرمایید، انستیتوی زوپروفیلتیکای ایتالیا، که این مؤسسه یک مؤسسه سلامت ملی هست، یکی از بخش‌های سلامت ملی ایتالیا هست. ملاحظه فرمایید، National Health Service.
در واقع جناب مهندس، اون COD Community Owned Dogs یکی از زیر جمعیت های سگ هاست که متاسفانه من اصلا ندیدم در ایران اسمی ازش برده بشه، اصلا گویی شناخته شده نیست، در صورتی که در مقالات جدید مقالات زیادی در موردش هست. متاسفانه خیلی راحت میان میگن سگ ولگرد، بعد فکر میکنن که این در واقع ما مشکلمون اینه که این صرفا توهین‌آمیزه، در صورتی که مسئله اصلا این نیستش. مثلا اینکه این حرف نادقیقه. ما وقتی از مشکل سگ ها حرف میزنیم در واقع از رومینگ داگز حرف میزنیم. حالا این رومینگ داگز یعنی سگ های رها، سگ های پرسزن، همچین چیزی ترجمه میشه. اینا زیر جمعیت های مختلف دارن، یکیش سگ کاملا بدون صاحبه، آن اونده، سگ رومینگ اوند داریم، سگ صاحب داری که گشت میزنه و اونم مشکل ایجاد میکنه و اون مسئله است، اون مهمه. و با توجه به مسئله که در واقع سگ های گله در کشور ما وجود میارن و خیلی هر چند وقتی وارد اتفاق ویدیوهایی که معمولا یه حیوان حیات وحش تیکه پاره میشه، معمولا اتفاقا از همین سگ هاست، نه سگ بلگرد. این یه مسئله جدیه. یه زیر جمعیت دیگه که حالا اینجا هست کامیونیتی اون داگز. این کامیونیتی اون داگز که در واقع OIE هم حتی در چپتر بعد از 7 ماه از 7 معرفیش کرده، یا کامیونیتی اون داگز، کامیونیتی داگز یا نیبرهود داگز، سگ هایی هستند که در واقع نمیتونی بگی مطلقا صاحب ندارن، نمیتونی بگی دقیقا صاحبشون فرد انسانیه، بلکه اینا به عنوان سگ های در واقع کوچه، سگ های جامعه یا در واقع یه جورایی سگ های نیمه صاحبدار حساب میشن که از مردم آب و غذا دریافت میکنن و خدمات محدود دامپزشکی. اینا دقیقا عین متن صریح در واقع OIE هست، دستورالعمل OIE هست که این در واقع زیر جمعیت سگ ها رو به رسمیت شناخته. دستورالعمل آیکم هم در همون فصل دوم اگر اشتباه نکنم خیلی دقیق به این جمعیت ها پرداخته و این خیلی مهمه که ما وقتی در مورد جمعیت سگ ها حرف میزنیم زیر جمعیت هاشون رو بشناسیم. این خیلی جاهلانه است که ما بیایم بگیم آقا مشکل سگ ولگرده، نه اینجوری نیست. این زیر جمعیت مختلف وجود داره و رویکرد نسبت به هر کدومشون باید مشخص و بر اساس همون زیر جمعیت باشه. بفرمایید. ببخشید. خواهش میکنم. بله دقیقا همینطوره که شما فرمایش میکنید. حالا یه مقداری هم ما میخواییم که این فایل فشرده باشه که دوستان زیاد وقتشون گرفته نشه، اما دقیقا طبق همین در میت فرمایش جنابالی مسئله که دقیقا توی انگلستان وجود داشت که آقای کارتل در مقاله در سال 1969 بهش اشاره میکنن، دقیقا همینه که اون زمان به خاطر اینکه یک نظریه واحد که بعضی از دامپزشکان توی انگلستان عقیم کردن سگ‌ها رو غیر اخلاقی می‌دونستن اون موقع و توافق نظری بینشون وجود نداشته، دقیقاً این اتفاق توی انگلستان افتاده و تو اون مقاله آقای کارتل گفتن که فاجعه شده بوده. یعنی سگ‌هایی که صاحب داشتن سرپرست داشتن و اینها به صورت رها گشت می‌زدن و چون عقیم سازی نمی‌شدن فاجعه به بار آوردن. به خاطر بله دقیقاً همینجور است که شما فرمایش می‌کنید و قسمت عمده از مشکلاتی که وجود داره مربوط به اتفاقا سگهایی هستن که اینها سرپرست دارن، صاحب دارن و در کشور ما که همونجور که قبلا هم بهش اشاره شده با حدود 80 میلیون دام سبک ما بخش اعظمی از مشکلات سگهامون مربوط به سگهایی هست که اینها به عنوان سگهای گله و در واقع از اینها میخوان هیولا بسازن و اینها رو انقدر طول کشی میکنن. حالا بعضی موقع یک نژاد گرگاسی هم این وسط به وجود میارن که با یک تفکر اشتباه، در حالی که این تغییر و تحول تغییر تحولی نیست که یک شبه بخواد اتفاق بیفته، اینها میخوان که بیان فرمانبری و اطاعت پذیری سگ رو به همراه قدرت و زور به اصطلاح قدرت بدنی و اون زورآزمایی اون گرگ داشته باشن، که در حالی که این قضیه در خیلی موارد برعکس میشه. یعنی که این حیوان نه تنها ارزم به حضورتون که فرمانبری سگ رو نداره، بلکه به لحاظ خلق و خو تبدیل به گرگ میشه و به لحاظ بدنی هم خب در واقع به اندازه یک سگ ضعیف هست و خب اینا مشکلاتی هست که وجود داره و حتما باید بهش پرداخته بشه، که اون مسئله بریدینگ هست که در خیلی از کشورها اینها رو با قانونهای بسیار ارزم به حضورتون که سختگیرانه و جدی، بله سختگیرانه و جدی اینا رو دارن کنترل میکنن و ما حتما باید که از همین نقطه ها شروع کنیم، چون اکثر کشورها مشکلاتشون رو از همین جا حل کردن. دوستان ملاحظه بفرمایید که عرض به خدمتتون که همونطور که میبینید در واقع امنیت غذایی این سازمانی هست که زوپروپلیتیکو،
که 600 تا بیش از 600 ارزم به حضورتون که کارمند داره و امنیت غذایی و همچنین سلامت غذایی و جلوگیری از بیماری های واگیردار و همچنین رفاه حیوانات، سلامت حیوانات و طریقه زندگی اونها. این سازمانی هست که زوپروپلتیکوی ایتالیا که به این مسائل میپردازه، که ایشون آقای دکتر پائولو دالاویلا به عنوان یک متخصص برجسته این سازمان حضور دارن. و دوستان توجه بفرمایید، خانم دکتر الیهیبی، ایشون این خانم دکتر الیهیبی مدیر آیکم هستن که در این جلسه حضور دارن و ما اینجا پروفایل ایشون رو مجدداً ملاحظه می‌فرمایید که این پروفایل ایشون هست. ایشون از سال 2013 به مدت 8 ساله که مدیر آیکم هستن و حالا NGO های دیگری هم 11 ساله که ایشون مدیریت NGO های دیگر رو هم به عهده دارن. داگز تراست، همین که اینجا ما معرفی کردیم به عنوان که کارهای بسیار ارزنده‌ای در رابطه با پیگیری جمعیت سگ‌های انگلستان انجام دادن، حتما خدمتتون معرفی خواهیم کرد. ایشون ملاحظه می‌فرمایید که در داگز تراست هم به صورت مدیر بین الملل فعالیت داشتن و همچنین World Animal Protection. دوستان رزومه این افراد رو ببینید، در چه سازمان‌های تخصصی این افراد کار کردن و عرض کردم خدمتتون این سازمان‌های تخصصی سازمان‌های تخصصی بین المللی هستن. ایشون مدیر روابط ارزم به حضورتون که بین الملل آیکم هم هستن که ملاحظه می‌فرمایید ایشون پروفایلشون هم به این صورت و هماهنگ کننده علمی آیکم با سابقه کار در داگز تراست، سازمان جهانی حفاظت از حیوانات WAP متمرکز بر کنترل جمعیت حیوانات شهری. یعنی اینکه ملاحظه بفرمایید ایشون متمرکز هست تمام تحقیقاتشون و مطالعاتشون بر روی کنترل جمعیت حیوانات شهری.